سلام به همراهان عزیز حاشیه. توی این ویدیو به ماجرای جنجالی خواستگاری بازیگر جذاب ترک از افسانه پاک رو میپردازیم، پس با ما همراه باشید. افسانه پاک رو جزو جذاب‌ترین بازیگران سینما و تلویزیون است که البته خیلی هم فعال و پرکار نیست. این خانم بازیگر چند سالی هست که از ایران رفته و بیشتر ایام سال توی ترکیه هست و همین موضوع باعث شده توی فیلم‌ها و سریال‌هایی که این روزها ساخته میشه و تعدادشون هم کم نیست خبری از اون نباشه. بسیاری از افراد نظرشون راجع به این بازیگر اینه که برعکس همه به جای اینکه نون دلشو بخوره داره نون خاص بودن فرم چشمش رو میخوره. افسانه پاک رو در سال 98 در فیلم ترانه عاشقانه برایم بخوان در نقش دلارا که محصول مشترک ایران و ترکیه بود نقش آفرینی کرد. البته که این ایفای نقش خالی از حاشیه نبود و شایعه شده بود که بعد از این فیلم یوسف چین بازیگر مطرح ترک به افسانه پاک رو ابراز علاقه کرده. اما پاک رو در یک گفتگوی اینترنتی این ابراز علاقه رو به کل تکذیب کرد و گفت با یوسف فقط و فقط دوسته. این شایعه است. بله شایعه. ناراحت شدین اینو من پرسیدم؟ نه ناراحت نشم. نظر شما راجع به این شایعه چیه؟ لطفاً برامون بنویسید. لطفاً کانال رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنار اون رو روشن کنید تا اولین نفری باشید که از اخبارهای جنجالی با خبر میشید. البته که ماجرای خواستگار و ازدواج افسانه پاک رو داستانهای بسیاری داشته و یک مدت هر دوتا برادری که سنشون به افسانه و خواهرش میخورد توی اینستاگرام از این خانم خواستگاری میکردن. باید بدونید که افسانه پاک رو متولد 4 اردیبهشت 1362 در اهواز بوده و فارغ التحصیل لیسانس رشته نقاشی از دانشگاه سوره هست و در کنار بازیگری نقاشی رو حرفه‌ای دنبال میکنه و در نهایت با فیلم رویای خیس به کارگردانی پوران درخشنده در کنار محمد رضا قفاری به شهرت رسید. جالبه بدونید افسانه پاک رو در حالی که دوبار قراردادش رو با سریال دلنوازان سال 88 کنسل کرد، اما سحر قریشی با قبول این نقش به شهرت عجیبی رسید. در سال 94 افسانه پاک رو در یک فستیوال خارجی با برجسته‌ترین کارگردان ایران عباس کیارستمی آشنا شد و قرار بود در آخرین فیلم اون به نام راهبه‌ها بازی کنه. اما در حالی که این فیلم در حال ساخت بود، کیا رستمی در فروردین 95 بیمار شد و در نهایت با فوت اون در 14 تیر 95 این همکاری کامل نشد. جالبه بدونید که پیج شخصی اینستاگرام افسانه پاک رو خصوصی هست و به نظر میرسه که این کار برای جذب فالوور بوده. لطفاً شما هم نظرتون رو راجع به این بازیگر جذاب 40 ساله برامون بنویسید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. ممنون از اینکه تا پایان ویدیو همراه ما بودید.